سلام من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت 159 هم سریال شربت زغالخت است. پنبه به هر سختی هست به عبدالله میگوید شعله باردار است و برای همین هم باید شد خاستگاری فاطمه به هم بخورد. عبدالله اهمیتی به خاستگاری نمیدهد و میگوید چرا زودتر به او خبر ندادن. پنبه با نراحتی میگوید جای عزقایی اینطوری رفتار میکنی. مصطفی به پدرش میگوید به خاطر خدا بابا این چه کاریه سر پیری و محرکه گیری؟ همه به اتاق پنبه می روند. عبدالله بلافاصله به شعله پیغام می دهد و می دوید در خانه منتظرش باشد. پنبه به پسرها هم میگوید ترتور شده باید عبدالله را مجبور کنند که قید بچه را بزند سپس سراغ شوهرش می رود و میگوید از کجا معلوم اون بچه از تو باشه عبدالله میگوید خشم تو درک میکنم ولی بی احترامی و نمیتونم تحمل کنم و بدون اعتنا به زن و بچهش با عجله به دیدن می میرود و وقتی مطمئن می شود او باردار است میگوید یه شانس دیگه به من بده اون بچه مال هر دوی ماست جواب میدهد اون بچه فقط متعلق به منه من هیچی از تو نمیخوام تو نتونستی به غالت عمل کنی و طلاق بگیری به محض اینکه بیمار شدی بدو بدو رفتی پیش زنت پس بهتر منو تنها بذاری در سنی دوباره نمیتونم باعث ناراحتی مادرم بشم نورسما به دیدن مادرش میآید و با چشمان سرخ و پف کرده میگوید امید خانه را ترک کرد و مدتی دور از هم خواهند بود شاید رابطهشان بهتر شود پنبه که آرزوی همین را داشت موزیگری میگوید مرده که از دوباز فراهم کردن یه زندگی و نداره اون وقت افاده هم میاد. نورسما از مادرش میخواهد دیگر در این مورد صحبت نکند. دعا از چشمه قرمز و گریان چیمن میفهمد که اتفاق بدی برایش افتاده و خیلی نگران میشود. چی من میگوید فریب مردی را خورده که زن و دو تا بچه دارد و از همه بدترین که برادر گرکم است او اعتراف میکند هنوز عاشق گرکان است و نمیتواند فکرش را از سر بیرون کند دوام متحیر از این پیش آمد به چی من میدهد کمکش خواهد کرد و کنارش خواهد بود گرکان هم از گرکم میخواهد در مورد رابطهش با چی من به کسی چیزی نگوید گرکم جواب میدهد مطمئن باش هرگز به مردم نمیگم برادر متعهلم با دختره جوون حال میکنه آمر به متاهان میگوید در مورد رابطش با آزرا دیگر دخالت نخواهد کرد و میرود متاهان به خودش میگوید او چیزی از عشق و محبت نمیفهمد ولی همان روز منشی آزرا متاهان را به محل کار او راه نمیدهد و وقتی متهان به زور داخل میشود آزرا را در حال صحبت و خنده با یک مرد جوان میبیند متهان عصبی میشود و آزرا به او هشدار میدهد که دو روز با هم بودند و دلیل نمیشود برای شوهر بازی در بیاورد و با گستاخی میگوید عشقش کشید و هرکاری دلش بخواهد انجام میدهد و از متهان برود و دیگر طرفا طرفا پیدایش نشود متهان متعیر و سرخورده از آنجا میرود نورسما به روزگار میگوید امید را ترک کرده تا مدتی دور از هم سپری کنند روزگار میگوید خودتو ناراحت نکن با تو بودن لیاقت میخواد امید باید به زن قدرتمند و وفاداری مثل تو افتخار کنه این حرفها باعث دلگرمی نورسما میشود ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار